میخوام یه مینی سریال بهتون معرفی کنم که خیلی بهش پرداخت نشده، نمیدونم چرا، ولی به هر حال سریالیه که مطمئنم از ثانیه‌هاش لذت میبرید. اصلا قرار نیست بگم ارزش دیدن یا داره یا نداره، واقعا ارزش دیدن داره. واقعا حیف که همچین سریال دیده نشه، حیف وقتی که بخوای بذاری برای سریال مزخرف و این سریال از زیر دست سر بخوره. اسم مینی سریال چند قسمتی که یه حالت درام عاشقانه است، ولی باور کنید ثانیه به ثانیه شما رو فکر میبره به خاطر چالش زیادی که تو این سریال درست شده. پس بریم یه نگاهی بهش بندازیم و حق رو به این بدید که یه سریال خوب دارم بهتون معرفی میکنم. سلام، خیلی مخلصیم، خیلی چاکرین، من حامدم و اینجا هم چنل خودتونه. قبل از هر چیز سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید و یه کامنت هم بذارید که یه جورایی باعث میشه من همینجوری به مسیرم پیش برم با این انگیزه و رویه که شما بهم میدید. برسیم به سریال. صحنه هایی از یک ازدواج. این تیتر در واقع صحبت های من نیست، اسم سریاله. What is it? میرا و جاناتان یه زوج خیلی عاشقن، خیلی همچین به هم وابستن و در قالب یک ازدواج متحد و در کانون گرم خانواده و تک همسری اعتقاد دارن. اعتقاد به خاطر همین مسئله تحت بررسی یک روانکاو قرار گرفته. Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance. حالا این دو تا آدم عاشق، این دو تا کفتر مشهور، دور و برشون آدمایی هست که خارج از چارچوب خانواده و بیرون از محیط خانواده رابطه جنسی آزاد دارن. روی عشق اینا تاثیر منفی میذاره. روی شکل و شمایل زندگی اینا تاثیر منفی میذاره. و یه جورایی داره کم رنگ میکنه عاشقانه بودن اینا، زندگی عاشقانه اینا. You just believe as a couple nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that. حالا چرا این سریال خوبیه از نظر من؟ بیاید به چند تا نکته اشاره کنم. اول اینکه بازی خوب و درخشان و ریزبینانه بودن کارگردان. خیلی خوب بازی کردن، خیلی زیرپوستی. عمیقا وقتی به این سریال نگاه میکنی اولین چیزی که به چشمت میاد در واقع خوب بازی کردنه. دوم مسئله که من خودم بهش اشاره میکنم موسیقی متنیه که کم رنگه ولی واقعا تاثیرگذاره. هر بار به این موزیک ملوی که در پس زمینه این سریال اتفاق میفته آدم لذت میبره. این سریال باحال، یک بار یه موزیک خیلی کم رنگ ولی باحال. I'm going to go out of my mind if I don't leave right now. Right now, like right this second. If I don't leave right now, I know I'm never going to. پر از لایه‌های روانشناختی زناشوییه. یعنی وقتی به این سریال نگاه میکنید، اگه متأهلید، وقتی بهش نگاه میکنید متوجه میشید این لایه هایی که میگم روانشناسی چقدر میتونه به شما کمک کنه. دقیقا اتفاقایی که برای این بندگان خدا میفته میتونه یه جورایی سرگذشت و یه تجربه برای زندگی شما باشه. بخاطر همین خیلی های زنی هم. حتی اگه مجرده این بادم نگاه کنید. So hard to make sense of what happened. Ow. Did you get a new living room? در واقع میشه گفت اتفاقایی که تو این سریال میفته نکات مهم و حائز اهمیت زندگی هر کسیه. نه هر بار که بهش نگاه میکنی احتمالا یا برات اتفاق افتاده یا ممکنه برات اتفاق بیفته، حالا به یک شکل و فرم دیگه. And we're just throwing it all away. We can survive this. How long did you think that we could go on like this? یه چیزی که تو این سریال خیلی مهمه و خیلی به چشم میاد اینه که شما رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، احساسات شما رو برمی انگیزه جوری که ممکنه بغض کنید، حالتون گرفته بشه و توی این موارد ممکنه لبخند رو لبه. You were so busy. You didn't even notice. What did I not notice? That we were living without any passion. نکته بعدی اینه که
اتفاقی که داره تو سریال میفته واقعیت پذیره. یعنی خارج از اون چارچوب ذهنی شما نیست، قرار نیست تخیلی ببینید. واقعا این اتفاقا ممکنه به سر شما هم بیاد، بخاطر همین خیلی باهاش راحت تر کنار میاد، خیلی براتون قابل لمستر، ملموسه. هیچ کلمه قشنگ است ملموس. این مدت بود ازش استفاده نکردم. Somebody else would love me for exactly the same thing. All they want is what I used to have. I want to come home. اما نکته کلیدی این سریال، اونقدر این سریال چالش برانگیزه که اتفاقی که توش میافته مجبورت میکنه که ساعتها به اون اتفاق فکر کنی که چرا؟ چی شد اینجوری شد؟ اگه سر من میومد چی کار میکرد؟ اگه این اتفاق تو زندگی من میافتاد قرار بود چه عکس العملی نشون بدم؟ دقیقا این نقطه عطف این سریاله، یعنی یه جوره درگیرت میکنه، هی از خودت میپرسی که این اتفاق افتاد؟ ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته؟ حالا که برای اینا اتفاق افتاده چی کار باید کنه؟ اگه من بودم چی کار میکردم؟ این دقیقا نطفه عطف این سریاله. سریال اصلا به خاطر همینه که میره زیر پوستت، میره تک تک سلولا. سریالی که واقعا ارزش دیدن داره. حیف که میگم این سریال خیلی پرداخت نشده. حتما برید ببینیدش. و اینکه رده سنی که براش در نظر گرفتن مثبت 18، یه ذره کت و کلفت مثبت 18، آدم یاد یه چیزای دیگه میفته، ولی به هر حال مثبت 18. اینکه متای امتیازی که داره از 180-85 اصلا فوق‌العاده است این امتیاز، ولی چرا انقدر بهش پرداخت نشده؟ به خاطر اینکه یه جورایی زیر سایه چند تا سریال و فیلم خوب قرار گرفت و اونجوری که باید شاید دیده نشد، ولی حتما برید ببینیدش، حتما ازش لذت میبرید. این قول رو بهتون میدم، برید سرچ کنید همین الان، پیداش کنید و ببینید و یه صلوات و فاتحه چیزی واسه همهاتون رو بفرستید. دم همگیتون گرم. سابسکرایب زنگوله کنارش یادت نره، کامنت حتما بذارید. اگه ساب هم کردید خوشحال میشم، اگه بگید اصلا حتما میام ساب میکنم، حمایت میکنم. دم همگیتون گرم. و اینکه نه دیگه خبری نیست. برشو آقا تا بعد، خدا نگهدار.